زمان پخش برنامه نگاه دوم رسید با خانم شیرین یادگاری، کارشناس ارشد روابط بین الملل و فعال حقوق بشر همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به قوانین بین المللی و حقوق بشری. اگر بر سر حقوق انسانی خیش همچون آزادی، عدالت، به رسمیت شناختن عقاید مختلف ایستادگی و مقاومت کرده بودیم، امروزه مجبور نبودیم بر سر نجات جان خود با حکومت‌ها چانه‌زنی بکنیم. در واقع انتظار عبث و بیهوده است از حکومتی که انسان برایش بی ارزش است و نجات جان انسان از ساختار حکومتی که به این دنیا معتقد نیست و انسان را به دنیای بعد از مرگ حواله می کند. درود گرم و صمیمی خدمت شما همیهنان عزیزم و همینطور شما بانو ساناز نازنین. امروز هم تصمیم داریم در رابطه با اتفاقات شوکه کننده دنیای بین الملل به ویژه بحران گرسنگی و همگیر شدن گرسنگی و قحطی در دنیا صحبت بکنیم و همینطور انتشار بیماری ویروس جدیدی که کودکان رو اخیراً مبتلا میکنه و گزارش های صندوق جمعیت ملل متحد که در رابطه با باروری های ناخواسته و اینکه در چند ماه آینده با بحران های دیگه دست و پنجه نرم خواهیم کرد و همینطور خشونت خانگی و صحبت میکنیم از اینکه در جامعه مدنی ایران هم میهنان عزیز ما که از یک اصالت و یک ریشه بزرگ برخوردار هستند و به نام کوروش پایه‌گذار حقوق بشر بودن، چگونه میخوان با این شرایط و با این چالش های روبروی آینده مواجه بشن و هیچ کاری نکنن، سکوت بکنن، و چگونه میخوان در آینده به کودکان و به نسل های آینده خودمون جوابگو باشیم که دیدیم این همه بحران رو و هیچ کاری نکردیم و هیچ اقدامی نکردیم و سکوت اختیار کردیم. بله، شروع میکنم با برنامه WFP World Food Program که زیر نظر سازمان ملل متحد کار میکنه و از طریق دفتر مرکزی خودش در روم به 80 دفتر منطقه‌ای جهانی خدمت رسانی میکنه و در رابطه با برنامه غذایی و رفع بحران گرسنگی برنامه و پلن‌هایی رو میده برای کمک به کشورهایی که دچار آسیب‌های بیشتری هستند و با فقیران و افراد متفاوتی در این زمینه دست به گریبان هستند که در رابطه با زنجیره غذایی مناسب، تأمین شرایط هلتی و فود برای پروگرام برای زنان، کودکان، زنان باردار و کسانی که در این زمینه زینب هستند برنامه ریزی می‌کنه، پلن و گایدلاین‌های رو آماده می‌کنه و می‌فرسته. اکنون گزارش داده که در واقع تا چند وقت آینده، تا چند ماه آینده دنیا در آستانه خطر گرسنگی و قحطی قرار خواهد گرفت، به ویژه کشورهای همچون نیجریه، افغانستان و کشورهایی که با این بحران دست و پنجه نرم میکنن و همطور هم که اطلاع داریم کشور ما از این مسئله مستثنا نیست. اما آنچه را که اعلام میکنه مدیر برنامه جهانی غذا در این رابطه اعلام میکنه که 1,300,000 نفر به این متاسفانه به این برنامه زنجیره غذایی و در آستانه خطر گرسنگی اضافه خواهند شد و از بیان خواهند رفت. 820 میلیون نفر که اکنون شبها گرسنه سر بر بالین میذارن بدون بحران کرونا، 120 میلیون نفر بعد از کرونا به این خطر گرسنگی قرار گرفتن و 120 میلیون نفر دیگه در آستانه قحطی قرار دارند. و اما دلیل و برنامه‌های کارشناسی خودش رو به این زمینه اختصاص میده که مسئله نبود کالا، نبود مواد غذایی و خوراکی نیست. مسئله نبود اینکام، درآمد و پول و بحران اقتصادی هستش که گریبان افراد و گریبان مردم رو گرفته و در واقع تأمین مالی مناسب نمیشن تا کالای مناسب غذایی رو تهیه بکنن و این بحران، بحران بسیار خطرناکی هستش که در واقع برنامه جهانی غذا به شورای امنیت ملل متحد گزارش داده و در این قضیه توصیه‌هایی رو انجام داده،
به ویژه کارشناسان فاو که در این زمینه راهکارهایی رو ارائه دادن که حتما باید مارکت های مواد غذایی به روی مصرف کنندگان و مردم باز بمونه تا مردم خطر تامین غذا رو نداشته باشن و همینطور این بحران رو که در واقع بحران کرونا که بعد از اون به بحران اقتصادی و بحران انسانی تبدیل شده رو در واقع جلوش رو بگیریم، چون همونطور که میدونیم بحران کرونا از یک وضعیت پزشکی داره تبدیل میشه به بحران انسانی. همزمان با اون صندوق جمعیت ملل متحد گزارش میده که 7 میلیون جمعیت در واقع به علت باروری ناخواسته در چند ماه آینده به جمعیت جهان اضافه خواهد شد و این خطر و تهدید بزرگی است، چون امکان تولد فرزندانی که در واقع به علت نبود شرایط غذایی با نقص عضو مواجه میشن خواهد بود و همینطور آسیب هایی که از مصرف داروهایی که مادران در این زمینه داروهای نامشخصی به علت هنوز مشخص نشدن ریشه بیماری کرونا به وجود اومده و داروهای متفاوتی در کشورهای مختلف مصرف میشه، علت ناقص الخلقه بودن، علت اینکه کودکانی متولد بشن که با این آسیب مواجه باشن هست و مهمتر از همه گزارشی که سازمان ملل متحد در رابطه با خشونت‌های خانگی میده، خشونت‌هایی که امروزه می‌بینیم متأسفانه بر تعدادش روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه و فرانسه به طوری که فرانسه 33% اعلام می‌کنه که بر تعداد خشونت خانگی این افراد اضافه شده و کشور ایران رو هم می‌دونیم که مستثنا نیست. متأسفانه مردان ایرانی فرهنگ برخورد با زن رو متاسفانه به دلیل عقایدهای مختلف مذهبی یا عقاید مختلف و کالچری که در ایران هست ندارن، به ویژه در این ایامی که در منزل هستند، به طوری که یکی از مدیران سازمان بهزیستی که در زمینه سلامت روان کار میکنن اشاره ای داشته که به طور چشمگیری آمار خشونت خانگی، برخوردهای فیزیکی و برخوردهای لفظی و مشاجره های لفظی در ایران افزایش پیدا کرده که بحران به ویژه خطرناکی رو از نظر بحران انسانی به وجود آورده و رقم زده. مهمتر از همه اینها مواردی هستش که بیشتر از همه ما رو نگران میکنه، بحران انسانی هست. چرا؟ اینکه از کرونا که یک بحران پزشکی بود به بحران اقتصادی و بعد بحران انسانی تبدیل شده و همینطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، این زنجیره خاموش، این جنگ جهانی خاموش قرار نیست که خاتمه پیدا بکنه. و مهمتر از همه بیماری که در این روزها شایع شده در کشورهای متفاوت جهانی به ویژه بریتانیا و اون شیوع یک بیماری هستش که کودکان رو درگیر میکنه با علامتهای تنفسی کرونا به ویژه و بعد از اون علامت هایی که همراه با اختلالات پوستی هست و اختلالات گوارشی که متخصصان در این زمینه گزارش هایی رو میدن از تشابه بیماری که با شوک سمی و بیماری کاوازاکی ربط داره. خب تمام اینها عامل هایی هستش که به ویژه در جلسات مختلف اشاره کردیم که بعد از آتش افروزی های کشورهای افسار گسیخته همچون ایران، کره شمالی، چین که سیستم کمونیستی، سیستم توتالیته و دیکتاتوری دارند و تصمیم دارند که در کشورهای دیگه نفوذ بکنن به علت صدور ویژه عقاید خودشون با روشهای مرموز، با روشهای بسیار خاموش، دنیای بین الملل تصمیم میگیره که دیگه سلاح رو کنار بذاره و از جنگهای میکروبی و از جنگ‌های بیولوژیکی استفاده بکنه و به طوری که دنیا رو متقاعد بکنه که اونها بر سر جاشون بشینن، رفتارها رو عوض بکنن. ولی متاسفانه نه تنها این اتفاق نمیفته، آتش افروزی‌ها بیشتر میشه و اینکه شرایط کشورهای همچون ایران، چین، کره شمالی به شرایط ویژه‌ای تبدیل میشه و همطور که اطلاع داریم این روزها رهبر کره شمالی ناپدید میشه و از طرفی رئیس جمهور امریکا با روسیه
با پوتین رئیس جمهور روسیه قرارداد پنهانی رو در جهت منافع هر دو کشور امضا می کنند. مواردی که پشت پرده وجود داره، مواردی که تصمیم بر این هست که دنیای بین الملل از یک گایدلاین های متفاوتی استفاده بکنه تا دنیا رو به زانو در بیاره، بارها در مورد صحبت کردیم. اما اینکه هم میهنان ما در این جامعه مدنی، در کشوری که ریشه های حقوق بشر در اون شکل گرفته، چرا خاموش و چرا ساکت هستند، چرا به کمپین های دادخواهی ملحق نمیشن، جای علامت سوال بسیار بزرگ داره که جان خودشون رو، جان عزیزان خودشون رو چرا نجات نمیدن. از همین جا خواهش میکنم به کمپین های دادخواهی که به وجود اومده بپیوندید، کمپین های آقای اسماعیلیون، آقای بختیاری، کمپین هایی که در واقع هیچ یک از ما اتفاقات آبان 98، هواپیمای اوکراینی و بحران هایی که بر سر همیهنان اومده رو فراموش نمی کنیم و نخواهیم کرد و باید به جهان و جهانیان و دنیای بین الملل نشون بدیم که ایرانیان متفاوت از بقیه با شرایط متفاوت از جمهوری اسلامی عبور خواهند کرد و یک رسم تازه‌ای رو در دنیا پایه‌گذاری خواهند کرد. لطفاً برای نجات جان خودتون چانه زنی نکنید. در خانه بمانید. بدرود و ایام بکام. با سپاس از خانم شیرین یادگاری.